أعوذ بالله من, من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا تقبل <تغنبال> الله إن <شل>. شاء الله الله صل على محمد این آیه مبارکه از آیاتی است که خیلی روش صحبت میکنن تفسیر میکنن دستور میدن معنا میکنن مصدر به یا ایها الذین آمنو با اینجور شروع میشه یا ایها الذین آمن یکی از علما خدا رحمتشون کنه از ارجا هم بودن دانشمند بود بعد خدا حوصله کرده بود از اول قرآن هرچی آیه الذین آمنو بود با آیه شفت کرد می میخونم یا آیه تا آخر آیه باز میرم آیه بعدی هم ردیف قرآن بله من شم چقدر بوده هم دویست و خورده هر آره همه حفظ بود میگو یا می آیه لذت آمنه های قرآن تا آخر آیه رو حفظ کردم یعنی این تموم شد اون آیه بعدی آیه لذت آمنو پیغمبر خوب داشتن مسلمان ها زیاد میشدن دو دور برای پیغمبر به اینا خدا میگه یا آیه لذت آمنو مثل کسی کارخونه باز کرده کارمن میگیره میگه کارمندای من دایمان. خب اینا کل استفاده استخدام کرد یا ای الذین آمنو اینا که به پیغمبر ایمان آوردید و اینا داریم میگه ایمان ما هستیم و ما بعدش ایمان آوردیم ما رفتم شدیم یا ای الذین آمنو مستحب که انسان در قرآن میخونه یا یا الذین آمنو بگه لبیک اللهم لبیک مستحب چون در حرف میزنه قرآن همیشه تازه است نوئه خدا گفت یا ای الذین آمنو یه دونه منم بگم لبیک اللهم لبک مستحب خب میگویم میگویم می لبک اللهم لبک اسبرو پایداری کنید ها بله داستانی که در کل زندگی مطرحه تو کل قرآن مطرحه تو تمام ادیان مطرحه و اون پشتکار پایدار بودن بله تقامت این صبر کار رو پیگیر باشید ولی نبرید رها نکنید هی انجام بدید انجام تو روایت ها دیدم که کار کمی که انسان پیگیرش باشه و هی بکنه بهتر از کار زیادی است که قطع میشه اگه کار دنبال باشید قطعش نکن. آی فلسفی رو منبر بود داشت رو میکرد من مستمع بودم میفرمود که کار رو چی میکنید بخواد موفق بشید پیگیر باشه یه دفعه از باشگاهی رد میشده خب اکس قشنگی میزنن دیگه که اگه به اینجا ورزش کنید مثل این قیافه بله. میشید خیلی خوش شدم میاد و میره ثبت نام میکنه تو باشگاه او سال و یادمه در هر برجی شیشتا یه تومنی بود حالا بله من یه دو ماهی هم جا که کرده بودم میرم رفتم بعض وقتا چیزی میخوام ببریم تو خونه میگم مگه شوخیه من دو ماه ورزش میکردم به بلند کوی فلان بله مدتی ورزش ورزش دنبل هم میره میخره عکسای هم بود که چجوری بازی کنید میاره تو زیر زمین میزنه اون دستور رو لباس ورزش هم میخره کفشش هم میخره یه ما دو ماهی هم ورزش میکنه بعد قطع میشه یه روز کار داره یه روز خوابش میاد یه روز نمیشه اینا هیچ کوئی موفقیتی نمیشه بعد ادامه پیدا کنیش اون که دم باشگاهی دیدی اینجوری واسده این دومان کار نکرده این کرده کرده تو اینجور میگفتش که این همه ورزش کرده وقتی اینجور میکنه میمه بازوهای مرغ میمونه همون چیزی نشده حوث میکنه انگلیسی یاد بگیره حالا هم هست و وقتم بودش اون وقتا کتابایی که توی قسمت که درس میدادن تو خیابونا پول میگرفتن نسبت دو ساعت انگلیسی دایرکت متد بود قبلش سنشل بود حالا یه کتاب ها عوض شد میره که دو ماهی هم درس میخونه و لغت و فلان و اینا ول میشه برای کار و زندگی و ول میشه مثلا من طلبم هم قرآن حفظ کنم یه بودت منظم میکنم مثلا یه صدایی آیه هم از البقره حفظ میکنم بعد ول میشه و کار دو کاره میگم اینا موفقیت نمیشه اینا که میبینید همه قرآن حفظ کردن یا اونجوری شدن یا اینا دو ادامه دادند اسب رو پایداری بکنی کدوم با پشت کار بگیریم تا موفق بشید هر کاری با پشت کار پشتش رو گرفته بشه یه دستو همه جا هست همه چیز زندگی هست قط بشه نمیشه بعد آدم خودش میفهمه اون خوبه مثلا قرآن حفظ خوبه بره کسی به بدی خیلی خوب ولی پشتشو رو بعد ورزش کار بشیم چه خوب ولی پشتش رو بعد بگیریم و و و این اسبرو همه جای کار زندگی آمده بعد این حالت که انسان پشت کار رو بگیره تا موفق بشه بره 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 اینا موفق میشن صبر یعنی پایداری پشت کار گفتن که بهشت هشت در داره هفتاش درها دولتی وقتی باز میشن خیلی هم بزرگ گفتن چقدر منتها با جغرافی های عربستان گفتن گفتن مثلا اگه پاش پایت دره مثلا مدینه باشه تا سنا باز میشه اصلا گفت به اون جغرافیا حرف زدم مثل که بگن اگه پایه در تو اسوان باشه مثلا یه تا خراسان باز میشه مثلا به جغرافه ما بزرگم درا یکیش یه لطیه درای بهشت از در خالص هم هست گفتن این چرا یه لطیه گفتن برای که مشتری این دره کمه ما تو خونه جاهایی که کم رفته آمده یه لطی در میزنیم اصلا توالت چرا یه علتیه خب توالت که شروع نمیشه دولت باشه یا یه انباری اونجا داریم دولتی بعد یه لتی گفتن جمعیتی که میره کمه من جمعیتی که میرن از این در تو صابرین هستند جمعیتشون خیلی کمن ولی مقام خیلی بالا خیلی چون یوفا فصابرون اجرهم بغیر حساب اونایی که خدا چک سفید امضا تو قیامت بهشون میده صابرون اصلا حساب نداره دیگه میده بهشون صبر رو خیلی خدا دوست داره پشت کار من اگه بخوام صابر باشم اصلا چیکار کنم اینجا در سوره نهر قول داده خدا اتوان تو باز کردم سوره نهر اومدش اون آیه ای که هست هشتاد و نوید و خورده سال آیهشم میارم بله آیه 92 6 خط چهارمه صفحه 278 صفحه 278 قرآن از اون بالا بشماریم خط چهارم می فرمان ما اندکم ینفد و ما اند الله باغ اینکه که تو دنیا پلو شماست تمام میشه یا تو میمیره یا اینا بمیره اما اون که پلو خدا میمونه میمونه اون همیشه میمونه بعد یه مطلبی ولن اجزیان الذین صبرو و رو آین البته, البته البته ما صابرها رو مز میدیم اجرشون رو به احسن ما کانو یا عملو اگر کسی قیامت بیاد و جز صابرین باشه خدا میفرماد به فرشته ها که ببینید بهترین نماز عمرش کدوماشه از اول میگم میکنن تا آخر میگن این یه دونه از همه بهتره میفرماد تمام نمازا رو به این نرخ بهش موز بدید ببینید بهترین روزه عمرش کدومه در میارم بگه همه روزه رو به این نرخ مزد بدید بهترین صدقه ای که داده کدومه میگن اینه میگه همه صدقه رو به این نقه ولن نجزین نهم اجرشون رو به ما کانو احسن ما و عملون احسن در میارن همه رو به اون خیلی. خیلی. ولی صابر باشه خب خیلی مزد بالایی هستش صابر چجوری باید باشیم چه وقتی شما فهمیدید تو مسلمانی تو ایمان دروغ ممنوع نبد گفت حالا هستن زنده بودی تا آخر آم دیگه بلش نکن دیگه دور نکن چه وقت فهمیدی به نامحرم نمیشه نگاه من دختری رو دیدم سن من کم بود شاید دیازه سالم بود ولی اون سن نشده شاید بیس سال بودش ولی راست میگفت من چون از نزدیک اینها این بند خدای آقای بود اون محلم چون قمخیش ما بود دیده بودم اون کسی ارتشی هم بود و چه و فلان و اینا بعد بچه نداشته این از سر راه و دختر بود آورده بزرگ کرده هیچ خبری از دین نبوده تو خونه ولی خیلی ساده بود و خیلی سالم بودن نه. آمده بود اونجا اون اخوی بزرگ ما بود من چیز که هم که شما باید مواد بپوشونی بدنت بپوشونی واقعا اولین بار بود میشنید و همون وقتم تاثیر کرده همون وقت نرفت تو فکر رو بپوشونه و, و اینانی سلامت بودش بعد از حالا که شنید حالا قبل که نمیدونه سکش حالا که شنه دیگه تا آخر رعایت کن کی فهمیدید نماز واجبه دیگه تا آخر ترک نکن روزه واجبه تا آخر ترک نکن غیبت حرامه تا آخر انجام ندیم خب بله یه کسی داشت گوش میکرد تو جلسه گاه این که ما نیستیم یه چیز دیگه بگو <تصفح> خوب صابر بودن هم مهمه صابر بودن پاش شده پاش واسده. رفته یه جا کارمند شده ولی هیچ تخلف نداره برای بله خیلی خوب زحمت میگم اگه اون آیه بالا رو مشتری نیستید آیه پایینش رو ببینید یعنی خط شیشم من عمل صالحا من ذکرن و انسا و هو و مؤمن هر کسی عمل صالح بکنه چه مرد چه زن از ناحیه ایمان عمل صالح این رساله ها رو میگن آیت الله حکیم یه رساله نوشت اسمش گذاشت منهاج و صالحین یعنی روش صالح ها ایناست که بعد آی خویی هاشیه کرد و هستش هنوز منهاج و اینا آی خو سیستانی همونو هاشیه کرد خلا. عمل صالح یعنی ها عمل صالح اگر کسی عمل صالح بکنه چه مرد چه زن و اینو از ناحیه ایمان نه دستور خودش میبینه خدا و رسول رو باید تقلید کنم و اینم خدا قول داده که دوتا تا قول لیکن ولن نحیین نه حیاتن طیبه حیات طیبه بهش میدیم و نجزینهم نهم و نجزین نهم اجرهم به احسن ما کانو عمل اینم گفته که اجر میدیم فلان من شمردم یازده جای قرآن قول به احسن ما کانو اون این دو جاشه ببینید یه همچه خبریست ولی پشتشو باید بگیریم ساب رو صبر کن دوششو بگیرم یه بنده خدای من اکثارم دیدم وقتی من جا که چی بودم تصمیم گرفتش که ما میتونیم مثل پرنده ها بپریم به آدم اسمش هم هست بعد خارج بوده برای خودش بال درست میکرد رو تو بلندی و بعد باز که بپرید چرا پا شکست و چرا میشکست دو ولش نگرد این کار رو هی فکر چه کنیم چه کنیم چه کنیم الان هواپی ماسکی پا دنبالش رو گرفت اینجا رسی اینو رو کنیم اون رو شکار کنیم بله، فکر بشر اینجوری سهی این بره دنبالش روش میکنه شد الان هواپی ما خواهد ولی دقیقت نشد نامیده پشتش رو گرفت با پایداری برای بله این اختراع بزرگ رخ داده یعقوب لیس سفاری گفتش که باباش رویگر بوده مثل ها سفید میکرده این چیز شدش دیگه بله. چه و چه تا یه حکومتی تشکیل دیگه سفاری ها. اینا وقتی آدم جمع میکردن نفرات جمع میکردن هی قوی میشدن شهرها رو میگرفتن تا بشوند یه حکومتی را بندازن خودت. طول میکشید زحمت میکشید سر سفره نشسته بودیم این قضا که جلی من گذاشتن وضع مرغایناش خوب بود به این بغلی گفتم که یعقوب لیس سفاری هرچی میدوزید با رفعاش میخورد آخرش شاه شد شما بخورید در آمد که نداشتم بیچاره بعد از این برای بدوزد چهار چه کنم خب پول نبود بعد اومد نفرات هی جمع کرد اگه فقط خودش میخورد نمیشد به این اونم دادم ارزم بر این که گفتش که یه دفعه شکست خورده بودم خودش گفته گفته دنبالم کردن که بکشدم فرار کردم تو رای خرابه بود یهو مخفی شدم منو نبینن که بیان رشن ولی بعد خیلی میموندم که دیگه خطر رفت بشه و سرم پایین بود که ببینم گمم کنم سرم که پایین بود دیدم یه مورچه یه گندمه رو دهنگ گرفته از این خرابه میبره بالا کجا میخواد ببره وسط را افتاد نه بیکار بوده خب الان نگام کرد گفت دیدم برگشت اومد دوباره برداشت برد باز افتاد وسط را باز افتاد یه عددی مثلا به نظرم مثلا هشتاد و شش بار شمردم که دانه فرو افتاد و اینم اومد دوباره برداشت آخرش برد گفت مرچه به من درس داد گو یهو با یه شکست دو شکست میدون در نرو ببین هفتاد و شیش بار این افتاد باز برگشتم و آخرش بردمش گفت یاد گرفتم پشت کار گرفتم تا شاه شدم پس که هرچی در درمیاری از دوزی از هر جا با رفقاتون بخوری یکم پشت کارو رو <applause> ببینید پشت کار پشت کار این تعریف تو درزش اسبرو رو تو روایت دیدم که اگر میخواد قیامت شما خدا به یکی از این اسامی تو قرآن بشناسدتون مثلا صابرین مثلا سائمین مسلین یعنی نمازخونها مثلا اینا اسامی که هست سعی کنید یک سال تمام اون کار را لاقل یک سال تمام قطع نکنید لاقل لاقل چون شب قدر رو به اون عنوان تو پرونده می نویسن جز سائمین می نویسن ما این میمونه تو قیامت پرونده های شب قدر میارم که اسمتون باشه مثلا گفتن اگر یک, شب... یک سال تمام نماز شب بخونید و توی نماز وطرش هفتاد بار استغفار کنید از سفر الله ربی و تو بله خدا شب شما رو به عنوان مستقفرین در اصحار رو اسمتون میده خدمت من زمان این به انوان این دو میمونه تو قیامت وقتی مستقبلین اصحار صدا میزنن شما هر داری پاشه درسته یه سال بوده ولی حق داری آقای برو رو منبر تعریف کرده بوده گفته بوده یه شب خواب دیدم قیامت با دارن حساب کتاب بکنند و منم تو صفحه مراجع بودم و یه صفحه اون با اون با. گفتش که بودم دیگه اینا که حالا همه مراجعه تو چیه تا بود یواش هم صفحه میرفت جلو چه خبره گفتن هر دلی در محاکمه میکنه جلو میگه خب این فتوا دادی دلیل چیه اون فتوا دلیل چیه خب جواب بده دیگه طولم بکشه گفتم این صفحه بغلی تونتر میرند. این صفحه چیه گفت اینا مدا شب برای امام حسین شعر میخونن خود امام حسین داره اونجا محاکمه گفت من فکر کردم آی بروجلی دیدم شیش ماه یادم اومد شیش ماه من علاقه من بودم مدهی هم کردم کرده بود شش شیش ماه علاقه من بوده شعر میخود گفتش که رفتم تو صفحه فرشته گفت نه تو جزء مراجع اینجا و پرونده رو آوردن قبول کرد شیش ما رو قبولی کرد که هستی گفت آخه تو بهشتش دست نمیخوره اعمال همونه با این طول میکشه بزردتون <تصفح> بریم یه مدتی که قابل قبول بوده براش که بعد میشه با این ما مده آقای آسد عبدالحادی شیرازی خدا غریق رحمتش کنه ایشون بعد از آقای بروجردی مرجع شد و یه سال و نمی... قبل قبلش مرجع شد که بعد آی بروجردی اومد مریض بود و رفت شیراز و مرحوم شد یه سال و نمی مرجع بود خیلی شخصیت عظیم می گفتن که دیده بودن اسد عبدالحادی مرجع دانشمندی دانشمند بزرگی رسان چاپ سالشونم هم من تقلید ازشون کردم است اوائل بلوغ بود یا دوستانش دیده بودن که ایشون تو خونه زن بچهش جمع میکنه خود هم زن بچه خودش روزه میخونه شعر میخونه مدداهی و خودش هم گره میکنه گره میکنه گفتن که از تا تو مددا خوب سراغ داریم اجازه بده دعوت کنیم بیان بخونه فلان گفته بودن که نه من انقدر تو روایت ها دیدم که خدا اجر به این مدداه امام حسین میده اجر خیلی زیادی دلم میخواست قیامت جز اونا حساب بشم من برای مردم روم نمیشه بخونم قدم بلد نیستم زن و بچه خب خودمونیم دیگه شعرها رو حفظ کردم میخونم نه خوبم به حالا برای همینا که قیامت منو جز مده ها بیارن اون ثواب عظیم رو من بدن حالا هر هیچ کسی نمیاد پا من برای شما زن و بچه که اسیرن عبیرن بیچاره چیکار کنن اینا <تصفح> ولی بخون که این ثواب رو حالا یاد اون افتادم خدا رحمتش کنه برگردیم این صبر حالا صابرو یعنی چه این صابرو خیلی مهمه الان دشمن ماها ها آمریکا دستور نمی داره تو هم دستور ندار دو طرف واسید مقابله اینا که تو میدون جنگ جنگ تن به تن میکردن باید واسند اون وا میشه اینم واسه اون وا میشه بالاخره یکیشون یا هر دوشون کار میفته واسند فرار کنی که نمیشه پاس هرچون واسه تو هم واسه صابری اون که استقامت میکنه تو هم استقامت کن و همطور و همطور و همطور از بر اینکه یه البته فیلم البته بود حالا فیلم بود این دو تا شمشیر زن بودن خیلی پهلوان خیلی هم حریف بودن تو فیلمه واسده بودن به هم حمله کنن دو هر دو حریف بودن منتظر بود اون حمله کنه که اون بتونه جواب بده اینم منتظر بود تو فیلمه میگفت حالا کاری به درست غلطش ندارم هفت شبان روز خورده رو به هم واسدادن تا یکیشون دیگه بیهوش شد افتاد موقعیت نبود هر جوری میخواست حمله کنه دفاع میکرد منتظر بود یه فرصتی گیرش بیاد من میخواد اینقدر استقامت به خرج بدم که اینکه میخواد برنده بشه باید واسه دیگه بعد پاش واسه صابرو یعنی تو هم واسه تو بهوری اون پیروز میشه تو واسه هم باش تو واسه صابر اینم یه دستوریه که باید این غیر از اینکه بهوریم پیروز نمیشه باید هم تو باشه اگر نه ضرر شروع بشه و رابطو رابطو به مرزها رو حفظ کنید مرزهای مملکت یه معناش هم مرابطه یعنی تو برو تجارت کن اون بیا تو برو بیا مرابطن بشه میگن استلاحا زیرش هم نوشه از مرزها ب... مراقبت مرابطی یعنی کسانی که مرزها رو حفظ کنن. این اینم دستور و ولی خب تکلیف دولت های اسلامیست که مرزدار داشته باشن رابطو بشه میگن از کلم در معنا به روابط تجاری هم میگن یعنی تو برو اون بیا تو برو برخره و تقول منطق خمیر مایه همه اینها اونه که فرمان خدا رو ببرید اونجا که خدا فرمان میده بر اساس حلال و حرام و واجب با اینا فرمان ها برده بشه تقوا دست من و شما نیست تقوا دست این رساله هاست این رسال آمند خدا دست خودشون نیست دست خدا و رسول هرچه قرآن و روایات باشه در جای که ندارن که در بیارن احکام چی چی هستش اونا باید رعایت بشه اگه پیروزمندی ها رو میخوایم باید دستورات اجرا بشه یه جای خلافکاری شروع بشه خدا میدونه صدمه چقدر شدیده یا کسی که خیلی طولانی با آی خمینی چسبیده به هم زندگی کرده و شاگردش بوده به من میگفت میگفت ایشون خیلی متعبد بود حالا کارای سیاسی رو شما دیده خود سر جاش خیلی دین را آیت میگرد یا حرامی نشه و حق چی نشه گفت رفته بودیم این ختم خیلی شلوغ بود ختمه دیگه چجور بود که چارپن متر به در ختمه کفشو همجوری کنده بودن و رفته بودن گوه اگه تو میخواستیم بریم یا کفشا رو باید کنار میزدیم یا از رو کفش کفشا میرفتیم از رو کفش رو شروع کفش مردم رو رفت کنار زدن هم مشکل داره برای اینکه طرف نشون کرده کفشش کجاست و محکوم میکنه گفت با اینکه براش مهم بود بره تو ختمه واسطه کنار ها نیم ساعت سر رو بیتا ختمه تموم شد که جزء اونها حساب بشه ولی از رو کفش نادم گفت بقیه ما با بدم میرفتند کلام میرفت می گفت نه این دوتا خلافو نکرد ختمه که تموم شد رفتش. خیلی تعبد یعنی خیلی احکام شهر رو اجرا میکرد یه ای مطلبی از خودش خیلی با این باید باشه همه احکام که میبینه تو رسالش نوشته خودش اولین عامل بوده دیگه همه رو حرام انجام نگیره یه وقت مثلا واجبی ترک نشه این خیلی پیروزی همه همه چی میاره برای آدم و تقول اصلا رمز پیروزی ها تقواست اگر خدای نکرده یه کسی دید خدا آدم که میفهمه که دیدی یه جایی جای بی میکنه دیگه قزل بهشت و نجات و اینا رو بخونه چون این کتابی کتاب, کتاب وحیه میفرماد انما یا تقبل الله من متبرین من که اسمم خداست از متقی احمل قبول میکنم یه دونم تخلف کنه بالاخره خراب کردی دیگه تقوا رو بعد رعایت کرد تا اعمال قبول بشه جلو بریم چه تنب حتی به یه دونه گناه به خودتون را ندید به هیچ وجه چه ترک واجب چه انجام حرام است شده جد این اتق الله اصل کاره تقوا رو به خرج بدید بعد این مطلب است خودش تکلیف اون هم بابا همیشه خیلی هم توصیه 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 صبر که میخواید بکنید همون صبر اولی مسیر تقوا ترک نشه همه جا تکالیف شرعیه وقت توش خلاف تقوای نشه با طرف مقابل در این صابر رو میکنید تا خلاف تقوا نکنید رابطو در مرابطات تجاری یا مرزداری خلاف تقوا نکنید اینا یه مطالب بسیار حساسی میگفتش که شما سر این کوچه بقالی با کن حالا باید بگو به سوپری حالا, حالا بیا جنس برخوش تصمیم بگیر که دروغ نگوی هم دروغ نگوی تا ببینید چقدر سخته آقا چند خریدی انقدر قسطی هم خریدین انقدر هم بگیرن این خوبه یا نه نه متوسطه یا اون مغازه اونوری بهتر از اینو داره بله راست بگو مهمه بگو راست بگو نمیبرن خب نبرن نمی اگه بناست که من راست بگم خدا روز من نرسه اون باید خداش استفا بده من کارمو میکنم ببینی؟ تا ببینید بخواد آدم یه مملکت اداره کنه و دروغ نگه راست بگه ظلم نکنه حقی رو خراب نکنه چقدر سخته علی ابن عبی طالب حکومت کرد ولی هیچ حقی رو زایه نکرد پیغمبر اسلام پنج سال ده سال مدینه حکومت میکرد ولی هیچ حقی زایه نشد هیچ دروغی گفته نشد هیچ ظلمی نشد مشکلش اونه بله دیگه بکنیم ظلم نکنیم چه نکنیم چه نکنیم چرا چه این اینا همه تو اتقو الله حل میشه مهمش که اونه که اونجور باشه که انسان تقوا رو به خرج بده اخ خدا کمک بخوایم خدا کمک میکنه ان الله مع المتقین قرانه میفرمان من ببینم تو تقوا داری کمکت میکنم این معی کمک نه معی فیزیکی است ولی خدا که همه جا هست خدا پر اون لیوان هم نه اون معی فیزیکی نه معی همه جا نه معایه, معایه کمک است یعنی تو تقوا داشته باشی منم کمکت میکنم خدا قول کمک داده که تخلف نمی ان الله مع الذين تقوا والذین هم محسنون محسن یعنی تقوا که به خرج میده سر جاش خوبم انجام میده محسن نیکو خوب نماز میخونه خوب روزه میگیره خوب تقوا سر جاش قشنگ انجام میده خدا می من کمک منم من هم هستم همراه تو تا اون جلب کنیم رحمت های خدا رو ایمان بیاریم تا نجات پیدا کنیم که خدا قول داده تو قرآنش منجل مؤمنین ن من مؤمنان نجات حقا علینا نصر المؤمنین خدا میگه من حق کردم گردنم که مؤمن و کمکش بکنم همه اخیرا دو سه بار خامنه تو سخنانی فرمود به وعده های خدا اطمینان داشته باشید شک نکن خدا دروغ نمیکن ناتوانم نیست تو باش اون میکنه حق من علینا و نصر المؤمنین تو مؤمن باش او کمک میکنه شک نکن که شاید نکنه نمیکنه تو مؤمن باش خدا وعده داده متقین رو همراهی کنه میکنه کمک واقعا میکنه آسون میکنه چه میکنه مگر خدای نکرده خود ما نخواهیم تقوا به خرج بدیم به دیگه اون چون اختیاره اون وقت به خراب بشه مادامی که من و شما دلمون بخواد با تقوا باشیم خدا از قولش دست بر داره و کمکم میکنه و انجام من براتون عرض بکنم حالا خودتونم فکر کنید روش راحت ترین کار تو این کره زمین تقوا داشتنه بقیه کارا سختره ما خیال میکنیم تقوا از همه راحت تره چون فرمانده انسانی که خداست هر و راه میره فرمانده همه حسابو کرده اون عرف من کل رعوف از هر مهربان مهربان تره اکرم من کل کریم ارحم من کل رحیم اغرب من کل رقیب فرمانده دو درست دستون خیلی حق بازی و کلک و بیدینی کار سختیه تقوا کار سخت نیست دستور همه درسته بکن آمریکا به همش نزن خیلی هم راحت. یه بند خدایی خیلی سال پیش ما درس های دبیرستانی هم می پول می گرفتیم فیزیک و شیمی و وجر این بند خدا شاگرد گرفته بود مال مرسه هدف بود در استادای اونجا شاگرد بود که خصوصی دست شاگرداش زیاد شده بودن و ما آشنا شدش او بنا شدش که ساعت هم چقدر به من بده ولی هفت تا شاگرد من اون درس ها بدم دیده بود مثلا راضی بود از اون درس بعد آشنا شد یه وقتی دیدم که شاگرد دختر میخواد بیاره گفتم آقا من دختر داشتم مگر سیغه بشم من کار نمی کنم بخواب چشما بفتاد حرام نشد اینقدر درنگ بود رب با هاشون رازی خیلی آدم هر رافی بود پسر خوبیست و فلان برای رازی شد نه فقط اگر چشم افتاد اگر شاید قیافه یا بارم نگاه نکنم برای خوب درس من خوب درس برای خوب خیلی میسرفید براش پورای زیاده میگرفت ولی خوب به ما یه مقدار میدادش. یه دفعه به من گفتش که آی خاتمی تو خودت به قدر راحتی نمیدونی چقدر راحتی گفت ما صبح تا شب داریم با خودمون چونه میزنیم بخوریم شراب یا نخوریم تو راحت نمیخوریم یه فکر نداره اون نمیخوریم دروغ بگم یا نگم گاهی میگم تو راحت نمیگی گفت تو راحتی آقا این کار نباید بشه تمام یه فکر نداره اون باید بشه تمام گفت ما همش هی مزبزبین بین ظالت هی بکنیم نکنیم گفت نمیدونم چه اعصاب خرابی داریم پدر شدم متدین بودیم. متوجه بود تقوا رو گفت تو نمیدونی چقدر راحتی و چقدر من ناراحتی هی <تصفح> بکنیم نکنیم نکنیم بکنیم بود راحت آقا نمیکن تمام فکرم نداره حرام نمی‌کنم. او واجبه میکنم ببین رسول خط معلومه با چیکار کرد فکرم نداره قصدم نداره بعدم به های خدا آدم امیدواره و خدا انشالله توفیق به و عمل بین آخر سوره ماعده رو کمکمون کنه اللهم صل على محمد